اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه، اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده ببوری. در بهار میهنم دل را به دریا میزنم، دل به امید سفر تا صبح فردا میزنم. میروم تا کوچه های خاطرات کودکی، از نمای زشت دوران ره به رویا میزنم. روشنی های صفای دوستی در دیدم، سر به یاران کهن اینجا و آنجا میزنم. باز کن در را که از راه درازی آمدم، این چنین بی صبر در با دست و با پا میزنم. سفره گستر تا خلیج فارس در رویای ماست، من به بوشهر آمدم دل را به سودا میزنم. با رفیق دیر و دورم سر به باغی میزنم. ابوالقاسم ایرانی سلام. با رفیق دیر و دورم سر به باغی میزنم، با نفسهایم سرود فتح یک جا میزنم. گفت سودایی چنین خوش در دلم پاینده شد، جام می برگیر چون پنهان و پیدا. علیرضا نوریزاده، خیلی خوشحالم اولین روز سال نو در خدمت شما هستم. 21 مارس سال 1401. بعضیا دوست دارن بگن سال 2700 800 شاهنشاهی. ببین، با خودمون بازی نکنیم. نفرت از یک رژیم ما را از یه سن. این تقویم جلالیه، تقویمی است که خیام بزرگ اونو درست کرد و سال کبیسه رو حساب کرد. همه اینا دلیل بر این نیست که ما نمیدونم سال اسلامی گرفتیم. نه، سال اسلامی 1443 است. این سال ایرانیه، نوروز خورشیدی ایران. دیروز خیلی برا من روز تأمل برانگیزی بود، خیلی زیاد به گذشته ها فکر میکردم. یه روز گفتم براتون، من از زمان دکتر مصدق تاثیر داشت تو گوشم، بعد علا، بعد همجوری اومدیم جلو، اومدیم تیمسار زاهدی، بعد اقبال بوده، بعد همینجوری باز اومدیم جلوتر دکتر امینی، بعد علم، بعد همینجوری صداها تو گوش من هست. اما اجازه بدید اول سال یه صدایی رو براتون پخش کنم که نسل من و یا نسل بعد از من میدونن. آخرین پیام نوروزی شاه فقید، نوروز 1357. دید با هم گوش بده. فرارسیدن نوروز باستانی را به ملت ایران شاد باش میگویم و مثل همیشه برای همه شما در سالی که اکنون به فرخندگی آغاز می شود شادکامی و رفاه فراوان آرزو می کنم. خداوند بزرگ را سپاسگزارم که امسال نیز مانند سالهای گذشته در پرتو الطاف و عنایات کامله او، جشن نوروزی ما یک جشن واقعی است که در محیطی آکنده از پیروزی و سرافرازی ملی و با امید و اعتماد روزافزون و آینده‌ای درخشان برگزار می شود. فروغ زندگی بخش خورشید نوروزی که تا چند ساعت دیگر در افق کشور ما سر برخواهد زد، مظهر گویا از آینده‌ای است که به خواست پروردگار در انتظار ماست. ملت ما اکنون به صورت یک دل و یک پارچه در راهی رهسپاره است که من آن را در کتاب تازه خود، راه پر افتخار و شکوه آفرین سرنوشت به جانب دوران زرین تمدن بزرگ نامیدم و متذکر شدم که به عنوان رهبر سرنوشت ملت خودم این راه را تنها راه تأمین سرافرازی و نیکبختی این ملت می‌دانم. با توجه به اصولی که در این کتاب به طور روشن تشریح شده، اکنون برنامه کار ما برای نیل به هدف کاملا مشخص است و تنها شرطی که برای پیروزی ملی وجود دارد، همت و ایمان و پشتکار لازم برای پیمودن این راه. اولا تکیه بر واژه پروردگار چند بار، برای که آدم معتقدی بود، در کنار هفت‌سین، در کنار سنبل، در کنار گل، نوروز رو به ملت تبریک میگه. حالا بریم ببینیم سید علی خامنه‌ای بعد از 43 سال 44 سال چگونه به ملت ایران نوروز رو تبریک میگه. مسئله انتخابات بود. انتخابات حقیقتاً مهم بود، بزرگ بود. در عین شدت بیماری همگیر در یه چنین شرایطی انتخابات برگزار شد، مردم آمدن شرکت کردن و خب دولتی تازه نفس به میدان آمد که اونطوری که قرائن نشان میده دولتی مردمی و علاقمند به حرکت‌ها و هدف‌های مردمی، انسانی با 6 متر عمامه رو سرش و خود و ولی فقیه و نایب امام زمان میدونه از اولش دروغ میگه. انتخابات پرشور، 15% تو انتخابات شرکت کنن پرشوره. نی بزرگ ملت ایران به حکومت شما نی تاریخی بود، ثبت شد در تاریخ، ثبت شد در سال 1399. ملت بزرگ ایران به ولایت جهل و جور و فساد نگفت. این افتخار ملته. اصلا اول دروغ. بعد میگه و با وجود کرونا اومدی رأی دادین، یک دولت مردمی با رئیس جمهوری 6 کلاسه آوردی رو کار که 10 ماه حیرون دور خودش داره میچرخه چه غلطی بکنه. تا پایان سال میخواست فقر رو از بین ببره. حالا منتظر مرحمت جناب آقای جو بایدنه که بیاد بهشون الطافشو بهشون بده و پولا رو آزاد کنه تا اینا بیشتر هار بشن و به جان مردم بیفته. رئیس جمهورش رو نگاه کنید. حداقل اون ملای قدیم راشد بود که اون خطبه عیدش واقعا دلها رو پر از خدا میکرد، پر از زیبایی میکرد. حالا رئیس جمهور بی سواد 6 کلاسه شروع ببین. من از رنجهای شما به صورت مستقیم با خبرم. در سفرهای استانی، در ملاقات عمومی با مردم اون رو لمس کردم. در 7 ماه از کار دولت تلاشهای زیادی برای بهبود وضعیت معیشت مردم و کنترل تورم انجام شده و همچنین توجه خاص به اقشار ضعیف داریم و انشاءالله پس از این نیز خواهیم داشت. در طول مدت شروع به کار دولت بسیاری از کارگاه‌های تعطیل و نیمه تعطیل. آقای سید ابراهیم دروغ میگویی، دروغ میگویی. تورم کمتر شد. انسان چقدر باید با خودش فریبکار باشه که راحت بیاد بگه تورم کم شد. به مردم ما خدمت کردیم، کمک کردیم. مشتی دزد، مشتی گرگ که دهانها را باز کردند برای بلعشی که قرار آقای اوباما، آقای بایدن جلوشون بندازه. اوباما قبلا انداخت، جلوشون بندازه. حالا یه عده اومدن دل خوش کردن با آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد هم پیام نوروزی داده، آقای روحانی هم داده، همشون دادن. ولی مال آقای احمدی نژاد با مزه است. باز این آقا، این تحفه آرادان، جاده رو عوضی گرفت. نوروز هیچ ربطی به نیمه شعبان ندارد. نیمه شعبان چرخونه، یه روز میفته زمستون، یه روز تابستون، مثل ماه قمری، مثل عاشورا، وسط زمستون سرما توی شهر خوی از تشنگی امام حسین صحبت میشه. میتونید تصورشو بکنید. آقای احمدی نژاد میگه خوشحاله که تقارن پیدا کرده نوروز با نیمه شعبان. آقا جان چه تقارنی پیدا کرد؟ نیمه شعبان 4 روز 5 روز پیش بود. ببینیم چه میگه تیکه. سالی که گذشت سالی پر فراز و نشیب برای ملت ایران بود. سالی بود که سختی‌های فراوان، فشارهای گوناگون، اقتصادی، سیاسی، روحی، از جهات گوناگون ملت ایران رو احاطه کرد. نمیخوام در آغاز سال نو کام مردم رو تلخ بکنم، ولی شرایط بسیار سخت گذشت. علیرغم ثروت کم نظیر طبیعی که در سرزمین ما خداوند هدیه کرده است و علیرغم استعدادهای شگرف انسانی، در ایران متاسفانه مشکلات و نابسامانی های متعدد در مقابل ملت ایران قرار داره. در طول صدها ملت ایران تلاش کرده که این مشکلات رو مرتفع بکنه، اما تلاش های ملت ایران اون طوری که باید و شاید به نتیجه مطلوب نرسیده. به نظرم هم مشکلات که ریشه آقای احمدی نژاد میخواد در پیام نوروزیش تصفیه حساب بکنه با اونایی که کنارش گذاشتن، ولی به فکر این نیست که آقای احمدی نژاد بعدم اشاره میکنه که انقدر بی ربطه من انداختم کنار که با نیمه شعبان تقارن داره. هیچ تقارنی نداره، هیچ تقارنی نداره. نوروز جایگاه ویژه خودش رو داره و تازه اون محمدرضا شاه بود که وقتی تقارن با عاشورا پیدا کرد مراسم سلام رو برگزار نکرد و علم هم حرص میخوره در این ماجرا، ولی شاه اعتقاد داشت، باور داشت. مثل این آخوندا نبود که دزد و شیاد باشه، او باور داشت. حالا پیش از این که بذارید چون پیاما رو میخوام تموم کنه، آقای جو بایدن و همسرشون هم به ملت ایران و دیگر ملت ها تبریک میگه. کنار هفت‌سین هم میشینه. این آقایون در ایران مثل این که ترس داشتن هفت‌سین باشه. یه بوته گذاشتن، حالا یه سبزه، وقتی سبزه رو گشتی چرا بقیه رو نداشتی؟ عکس خامنه‌ای و خمینی، دو موجودی که ملت ایران مسبب تمام بدبختی خود میدونه. قرآن هم گذاشته، به کمرتون بزنه قرآن. اما ببینیم آقای جو بایدن چی میگه. بله ملاحظه میفرمایید ایشون و همسر گرامیشون تبریک میگن و معتقدن که بله نوروز نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد. اشاره میفرمایند که روح آغازهای نو و سرور نوروز در سفره هفت‌سین خود ما در کاخ سفید بازتاب یافته و نشانگر امیدهای ما برای سال نو است. این به رسمیت شناختن و تجدید از فرهنگها و دوستیهای پویای بسیاری از جوامع دیاسپورایی ما در امریکاست که هر روز خدمات خارق العاده ارائه میدهند. و همه کسانی که نوروز را جشن میگیرند، عید شما مبارک، نوروز را به شما شادباش میگوییم. ولی جناب آقای جو بایدن، شما نوروز رو به کام ملت ایران زهر کردید وقتی که دستگاهتون، سازمان سیاتون، شورای امنیتی ملیتون اعلام کردن که سپاه پاسداران از لیست تروریستا میاریم بیرون. بعد امروز اومدید سپاه رو محکوم کردید و ایران رو برای بمباران سعودی از یمن. این بمباران آیا کار تروریستی نیست؟ آیا به تأسیسات مدنی یک کشور حمله کردن کار تروریستی نیست؟ اما یه نکته بهتون بگم، با تمام تلخی‌ها و دردها، با همه مشکلات، ملت ایران در سراسر ایران سفره خالی، سفره عیدشون خالی، اما مگه میشه این جشن رو از ملت ایران گرفت؟ این مردک که میگوید نیمه شعبان با نوروز تقارن داره، خب اگه اینجوری بود باید مردم کردستان و بلوچستان، مردم ترکمن صحرا نوروز و مردم جزایر نوروز رو جشن نمیگرفتن، اما گرفتن، خوبش هم گرفتن، به طوری که در اشنویه بهشون حمله کردید. اول نمونه هایی از شادمانی مردم، زن و مرد، رو در چارسوی ایران با هم نگاه. این زیباست دیگه، زن و مرد. این نمیگه آقا این نامحرمه الان من میرم جهنم، میرم گورستان. نه، میری به بهشت وقتی ستایشگر زیبایی باشی، وقتی برقصی. ایرانی ها، گفتم براتون بارها، بهرام گور 4000 خونیاگر از هند آورد که در نوروز در کوچه های شهرها، خیابان ها بنوازند و بخوانند. میران نوروزی، اما نوروز ها که ما بهشون میگیم، به حاجی فیروز بعدن گفتیم، میرقصن، آواز میخوانن، نوحه نمیخونن، چون نوحه فرهنگ ما نیست، فرهنگ تحمیلی است، فرهنگ ما نیست. مادران شهدای این سالها، به خصوص آبان ماه 2500 جوان به دستور سید علی خامنه‌ای به قتل رسید. مادرانشون ببینین چی کار میکنن. سلام آبا، نوبتون بخیر. من مادر پشمان قلیپور هستم، کشته شده آبان 98. اینم طرف پشمان شما هدیه. نوروزتون خجسته باشه. به امید آزادی. دسته خوش بیرد فرمید. زیبا بود. شما فکر کنین تو این شرایط، تو این فشار، تو این همه اینا مادرها چقدر هزینه دادن، گل خریدن و میان این گلها رو به شما میدن. این مادران رو عجب بنهید و دستشون رو ببوسید. بسیاری مادران زندانیان سیاسی هم پیام دادن، بریم پیام های اونا رو هم گوش بدیم. صبح عید است، صبح ساقیا قدحی پر شراب کن. نگاه کن، همان گیرنده زندانی می باشه. حالا که در شکوف در نزدیکی سال نو هستیم، امیدوارم که سال جدید سال شکست و پوتین و سال روز افزون شدن حقارت جمهوری اسلامی باشه، چون واقعا ما را حقیر میخواد جمهوری اسلامی. الان نگاه، من میگم آقا امیدوارم که سال آینده جمهوری اسلامی در چه وضعیتی قرار بگیره، به خاطر اینکه اینا تمام توانشان به کار گرفتن که منو به نفع به حقارت بندازن. من چند ماه قبل از اینکه بازداشت بشم پرونده برام درست کردم، فرستادم به هیئت بدوی تخلفات و اونجا به جرم توهین به رهبری. وطن که از پول نفتش فقط سوختنش سهم ما شد، در ظلم و ستم ها چشم بستیم، این حماقت رحم ما شد. مگه میشه در جشن شادی مردم عزاداری کرد؟ عزا و غمشان رو دید و جشن و مراسم برپا کرد. توی اینجا همه چی کهنه است، در زیر خط فقر. سال نو اردید با ما بفروشین فخر. به نام ایزد یکتا، سال نو، نوروز باستانی 2581 شاهنشاهی بر شما هم میهنان همایون باد. هنگامی که سال نو شروع می شد، همه با هم چه شور و شوقی داشتیم. مهر و دوستی، رقص و شادی، صلح و آشتی، ارزانی و فراوانی، آبرو و احترام، عظمت و اعتبار، عزت و افتخار. مردم شاد و خندان در انتظار بهار، شکفتن شکوفه ها و رویش گلهای بهاری بودند. با خدعه و نیرنگ و سوء استفاده از دین آمدند. فقر و فلاکت، دزدی و رذالت، دشمنی و عداوت را رواج دادند. دین، استقلال، آزادی، اصالت و تاریخ را از مردم گرفتند. خلیج فارس و دریای خزر را بخشیدند. منابع کشور را حراس و جوانان معترض را کشتند. واقعیت اینه که گفتن تبریک و تهنیت عید برای من و دخترم یاسمن خیلی سخت و دشواره، چون اعتقاد داریم اید واقعی زمانی هستش که مشام مردم ایران با عطر رایحه خوش آرامش و آسایش و آزادی و دموکراسی نوازش شده بشه. سالهاست بهار برای عده‌ای با عده‌ای دیگر متفاوت شده، سالهاست انسانی دیگر را فقط به خاطر تفاوت محبوس، محتاج و جنگ زده کرده. امسال هم برای دربندها، برای جنگ زده ها، برای سفره‌های خالی تحویل سال معنای متفاوتی دارد که البته بچه اشتراک همه حکومت‌های جور زده است. ما هر نوع تنبیه و شکنجه حملی علیه مظلومان و محکوم و دادخواهان مظلومان زیر آتش و در بند هستیم. اینجا زندان ارومیه، دور افتاده از نظرها و شاید یاد هاست. فراموشی در دمیقی است، حتی فراتر از درد زنجیر و قفس. اینجا مکان فراموش شده هاست که دماهی است با اجبار سردمداران فضا تنگتر هم یکیتر شده. قرن 14 شمسی در حالی رو به پایان است که در ایران 44 سال از انقلابی می‌گذرد که شعارهای آن استقلال، آزادی، برابری، مبارزه با دیکتاتوری و استقرار دموکراسی بود. در سال 57 روحانیون و مبارزان با وعده‌هایی همچون برگزاری انتخابات آزاد، پیکار با فقر و فساد، آموزش و پرورش رایگان و برابر، رعایت حقوق اقوام و اقلیت‌ها و آب و برق مجانی به قدرت رسیدند. اما در این مدت دزدی و اختلاس به امری عادی تبدیل و نعمات سفره انقلاب نصیب اصحاب زر و زور و تزویر شد. خجسته باد آغاز سالی که در طلیعه دوران قیام و سرنگونی است. تیک تاک تحویل سال، صدای پای قیام کنندگان برای سرنگونی استبداد است. شاد باد خلق قهرمانی که در طلب بهاران آزادی است. این تماس از زندان تهران می باشد. طول سال ایرانیان صدای پای بهار را می شنوند و ضامن پیروزی محتوم خلق ماست. درود قلبی و صمیمانه من و همه مردم به شما دلاوران باد که حتی در پشت میله های زندان سید علی خامنه‌ای نوروز رو فراموش نمی کنید. درود بر شما. هفت‌سین هم در تصویرتون هست، در تصویر رئیسی و سیدعلی نیست، برای که اعتقادی ندارن، برای که اربابشون مطهری چی گفت راجب نوروز و راجب چهارشنبه سوری. بعد کتاب می‌نویسه خدمات متقابل ایرانیان و اسلام. ما خدمت کردیم، ما یادشون دفتر و دیوان و موسیقی دادیم، ما شعر یادشون دادیم، ما صرف و نحو رو نوشتیم. باری افسرده‌تون کردم، نمیخوام افسرده باشید اول نوروز. اما خب باید چند نکته دیگرم بگم و دو خبری که خب منو خیلی اندوهگین کرد. نخست خبر درگذشت یک انسان نمونه، انسانی که دیروز که خبر درگذشتش اومد صدها تن تلفن زده بودن و سپاسگزار. انسانی که وقتی در یک مکان والا قرار گرفت، رئیس دفتر دکتر اقبال، مدیر روابط عمومی و بخش فرهنگی شرکت ملی نفت ایران، رئیس فدراسیون بدمینتون، امیر نویدی. مرد نازنینی که فقط قوم و خویش من نبود، هم شوهرخاله من بود، هم نوه عمه مادرم، ولی مهمتر از همه انسان بود. خدا شاهد من دبیرستان میرفتم، یه معلمی داشتیم مشکلی داشته که از اقوامش که دانشکده نفت میرفت و به علت حالا مسائل سیاسی اخراجش کرده بودن. تا به او گفتم یک هفته کارش رو درست کرد. تمام آنهایی که در اقوام بودن، لیاقت داشتن، مدارکی داشتن، کمک کرد بهشون. دستش که برمی اومد با نهایت عشق خدمت کرد و واقعا غیاب اون برای من یکی خیلی تلخه، برای که من خیلی دوست داشت و بسیار از همون دوران کودکی خیلی که یادم میاد فرزندان نازنینش، فرزندان عزیز شهرام، سوسن، سیما و بهرام نویدی، برای نویدی که یک نام بسیار سرفرازانه در سینمای هالیوود هست و همینطور شخصیش هم بذارید بکنم به خاله عزیزم. انسان نازن، یک انسان دیگر رو که از دست دادیم که ولی فقیه در جوار وطن، یه روزی حالا تو آلبانی، خودش که نیست، خانمش هم که در پاریسن، آقای رجوی، او رو از ما ربود، دزدید منوچهر هزارخان. مردی وارسته، مردی متفکر، نویسندهی بزرگ، مترجمی درخشان. من اولین بار که با او آشنا شدم از کتاب فلسطینش بود، ماکسیم رودنسون، از کارهای دیگرش بود. دوشنبه ها کافی فیروز می رفتیم، آل احمد میمد، خیلی دوستش داشت، دکتر ساعدی، آل احمد، سپانلو، دکتر نوری علا، عباس پهلوان عزیز و دوستان دیگه. ما جوونا که یک مجموعه بودیم، اللهیاری که نماند، حسین منزوی که نماند، ابوالقاسم ایرانی، جلال سرفراز عزیزم به نوروز رو بهش تبریک میگم و هزارخانی هم میمد و همیشه حرف تازه‌ای داشت هزارخان، همیشه درود بهش میفرستم و واقعا تلخ بود، به روانش درود میفرستم و از اینکه رجوی او رو هم از ما جدا کرد واقعا افسوس میخورم که رجوی چه کرد با ملت ایران، با یک نسل پویا و بزرگ چه کرد. خودش هم که به اون سرنوشت حاج آقا دوچار شد، چه کرد با ملت ایران. بسیار افسوس میخورم که چنین سرنوشتی رو رقم زد. رضا مقصدی عزیزم هم باید اسمش رو بگم که چقدر شعر نوروزی قشنگی گفته بود. خوشحالم که هست و حضور داره و با شعرهاش شعله میزنه در دلها، واقعا شعله میزنه در دلها که از آینه جان سخن میگوید. ای آنکه تو را شکفه فروردین است، نوروز تویی که روز نو میجوی، یا شکوه فروردین است. اینک که تو با منی و من با گل سرخ، همواره در آتش است با ما گل سرخ. رضای عزیزم به تو هم تبریک میگم و به استاد نازنین هوشنگ ابتهاج سایه در سوی همسرش که امسال بدون او به استقبال نوروز رفته. درنگ کوتاهی میکنیم، برمیگردیم با چی؟ با یک ترانه‌ای که همه ایران رو فریاد میزنه. اگر رضا صادقی میخونه، اگر مهدی یراحی عزیزم میخونه یا مرسا پاشایی که در برمانی است، تک تک خوانندگان نماد و شمایی از ایران زیبا و رنگارنگ هستند. گوش میدیم با درود دوباره. چرا باید این بی‌عدالتی باشه؟ پاشایی عزیز در اوج جوانی و پر از عشق و پر از آوازهایی که هنوز نخونده. امروز این گوشی من رو بد زدیم، همینجوری میفته پای، ببخشید، خیلی من متاسفم برای نازنین زاغری. بعد از آزادی از زندان جمهوری جهل و جور و فساد، در کنار همسرش آمد و در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت. به نظر من خیلی جالب بود. البته خانم تاهباز هم بود، دختر آقای مراد تاهباز که با ناجوانمردی آزادش نکرد. چقدر زیباست این تصویر، سراپا عشق. این ریچارد عزیز چقدر زج کشید، چقدر دوید، تو سرما حساب غذا کرد زیر یه چادر کوچولو روبروی داونینگ استریت. نازنین حرفای خیلی جالب. به نظر من شاخ بیت غزل گفت. شاهبتش این بود که از روز اولی که من توی زندان جمهوری بودم، جمهوری جهل و جور و فساد، که اشاره کرد چقدر به زج گذشت، زج کشید، گفت به من، گفتن آقا دولت انگلیس به ما یسی بده، کار بده آزاد میشه. خب شما که میخواستید بپردازید چرا زودتر ندادید؟ شما که بهره رو دادید چرا باعث شدید یک بانو 6 سال تو زندان دور از همسر و فرزندش؟ اینه که کاراتون شک برانگیزه. الان جمهوری اسلامی نیاز به پول داشت، بدو رفتیم پول رو دادیم. جمهوری اسلامی گشنه بود، جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای برای ایالاتش نتونسته بود پول بفرسته در لبنان و در عراق و در یمن. بنز و کافی در یمن آتش افروزی میکنه، نیاز نبود پول. شما از این ور میان محکوم میکنید، بعد از اون ور پول بهش میدید. چرا دیروز ندادید که نازنین عزیز زودتر 6 عید دیگر هم در کنار دخترک عزیزش و همسرش باشه؟ چرا مادر و پدرش، خانوادهش بلرزن که دخترشون اومده بود اونا رو ببینه و 6 سال زیر سالم زندان خانگی به پاش بسته بودند که هر جا میره بدونن کجا بود. رژیمی که تا خرخرش در دست جاسوس‌های اسرائیلی، عوامل اسرائیلی، تا خرخرش وقت به پای بانو برمیدارن دستگاه میبندن که بدونن کجاست. چرا اون اسرائیلی‌ها که اومدن تمام دارغزاواتتون رو بار کامیون کردن بردن، چرا اونا رو نمیگیرین؟ چرا ماموران عالی رتبه سپاهتون رو نمیگیرین که همه سمعن و طاعتن برای موساد هستن، برای $10,000 وطن میفروشن؟ چرا اونا رو نمیگیرید؟ چرا دفتر سید علی آقا 90 تا کامپیوتر رو بردن که پیدا کنن که کدوم از کامپیوترها کدومش با من تماس داره؟ 90 تا. اما چک نمیکنن کامپیوترها که کدومشون با اسرائیل تماس داره، کدومشون اطلاعات محرمانه رو میفرسته. آقا امروز 2 تا آرق زدن، آقا امروز دلدرد داشتن، پاشون یه دونه میخچه زده. چرا اینا رو نمیریم بگیریم؟ چرا آقای وحید حقانیان و اخویشونه که مشغول اشوه‌گریه تو لندن نمیگیریم؟ چرا دزدای سرگردنه رو نمیگیریم؟ اون وقت نازنین رو میگیری؟ خجالت بکشی. و من وقتی مراد تاهباز رو شنیدم متأسف، برای چی باید تو زندان باشه؟ و چقدر این نازنین انسان وارسته‌ای بود. از اون لحظه اول از بقیه زندانیان یاد کرد، با دختر مراد تاهباز همدلی کرد، از زندانیان دیگه گفت که بیگناه در زندانن، گفت خدا رو شکر من مشهور بودم، به هر حال دولت انگلیس، ارگانها، رسانه‌ها دنبال کار من بودن، ولی اون بیگناهانی که سالهاست در زندان سید علی هستن، اون بیگناهانی که کسی سراغشون رو نمیگیره. شما الان نگاه کنید بختیاری رو، سپهری رو، شاهرودی رو و دونه دیگه، همه انقدر اسما زیاده که من هر دقیقه همشون یادم نیست، ولی اینا که یادمه چقدر افسوس میخورم. محمد نوریزاد چقدر باید تو زندان باشه؟ به خاطر اینکه فهمیدیم بساط حق بازیه، جهل و جور و فساد، آدم کشیه. سید علی خامنه‌ای بدتر خمینی است. اون که خمینی، ببینید پیام نوروزیشو نگاه کنید، این پیام نوروزی خمینی رو ببینید، واقعا کی بود؟ قانون دارد محاکمه مجرم یک عملی است که مخالف با حقوق بشر است. حقوق بشر اقتضا میکند که ما اینها را همون روز اول کشته باشیم، برای اینکه مجرمند و معلوم است که اینها مجرم هستند. این که باید برای این وکیل گرفت، این که باید به ادعای این گوش کرد، این متهم است نه مجرم. اینها متهم نیستند، اینها مجرم هستند. چرا ما به ما اشکال امروز آشکار شد برای جهانیان، منتها متاسفانه آمریکا و انگلیس و فرانسه منافق، که مجرم سید روح الله کشمیری، سید علی خامنه‌ای و تمام این مجموعه دار و دسته 43 ساله محمدرضا عاملی تهرانی مجرم بود، نادر جانبانی مجرم بود، پرویز نیکخواه مجرم بود. پرویز نیکخواه مجرم بود، محمود جعفریان مجرم بود. اینا مجرم بودن. تو آدمکش مجرم نبودی که از روز اول مرگ و نفرت رو به کشور ما آورد. کشور ما این نبود که تو کردی. کشور ما این نبود. گراس‌های طالبان اعلام کردن که نوروز دیگه جشن رسمی نیست. جلوی نوروز هم گرفتن. طبیعتاً از گراس‌های آدمخور طالبان چه انتظار دیگه رفت؟ اینا هم همین بودن. خمینی روز اول اومد گفت که ما نوروز نداریم، ما جشن نداریم. آدم‌ها رو مجرم خواند، آدم‌هایی که به این مملکت خدمت کردند. در اون نهضت سال 40 به بعد چه خدماتی به این مملکت کردند. حبیده رفیق باز بود، حبیده دزد نبود. حبیده خدمت کرد، دزد نبود. این آدم‌هایی که خمینی کشت شاید در هر دادگاهی ممکنه چند نفرشون محکوم می‌شدن، ولی نه اینکه سرشون رو ببرن، نه اینکه تیر بزنن به قلبشون، تناب دار بزنن گردنشون، نه، اینا نبودن. و متاسفانه خمینی باب کرد اینو در کشور ما، باب کرد. یعنی آدم کشی و جنایت رو زیر نام اسلام عزیز و حالا این کارهایی که در واقع جناب آقای خمینی برای ما آمدن. بذارید نگاهی بندازیم به قرن شمسی، ببینیم چه رویدادهای مهمی در این قرن اتفاق افتاد. صدای انقلاب اسلامی ایران است. در این که فرصت برای سینی یه ضربه سختی در باشه 464 نفر از هموطنانمون رو از دست داد. بله، این هم داستان قهر. آغاز چطوری بود؟ رضا شاه آمد، کشور متحول شد، به سرعت جلو رفت. جنگ لعنتی جهانی دوم بود که چه ضررهایی به ما زد، ولی باز هم برخواستیم، روی پا ایستادیم، سربلند شدیم، سرفراز شدیم. اصلاحات ارضی، برابری حقوق زن و مرد، که فتنه از قم آمد. واقعا فتنه بود که بر کشور ما نازل شد. سال 42 علم ایستاد و قلع و قمعش کرد با کمترین تلفات. در سال 57 هم میشد با کمترین تلفات، همین که راه خمینی بسته میشد. خمینی آتشی بود و آشوبی. من هرگز در تاریخم که خوندم ندیدم یه آدمی اینقدر نفرت داشته باشه، فقط اسماعیل سامانی که در سر شیبک خانه ازبک سرشو میده، نقره میگیرن که تو شب شراب بخوره. اونم شیعه اثناعشری دو آتیشه بود دیگه. اشهد ان اسماعیل ولی الله میگفت. خامنه ای مگه روش میشد میگفت؟ خامنه ای مگه میگفت؟ چون اسمش علیه نمیتون ناجور در میمد، میگفت اشهد ان خامنه ای ولی الله. همین برنامهش بود. ولی ولایت، وراثت به بچهش. وراثت در مورد ائمه درست نبود، چون حضرت امام حسن وراثت امامتشو فروخت به معاویه. شما چجوری اون وقت آقازادتون بکنی ولی فقیه؟ نمیتونی. ملت ایران امسال رو به کام شما زهر و به کام خیش شهد خواهد کرد. البته اگر آقای جوحسن بایدن و جناب آقای بوریس خان و آقای مکرون و اینا مانع نشن. در این حال یادی بکنم از ملت بزرگ اوکراین، ملت سرفراز و مبارز و آزاده و رهبری که عاشقانه ملتش رو دوست دارد. بله، به پایان رسیدیم و نخستین روز نوروز. فردا در باب ایران در سال 1400 براتون سخن خواهم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوریزاده تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارد.